ادامه اعتراضات در ترکیه. معترضان در استانبول، پایتخت اقتصادی ترکیه، همچنان در خیابان‌ها هستند. پلیس در آنکارا پایتخت با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرد. تظاهرات در شهر ازمیر هم با حمله پلیس ضد شورش به خشونت کشیده شد. امروز چهارمین روز اعتراضات و درگیری‌ها در شهرهای مختلف ترکیه است. پس از گسترش تجمعات و درگیری‌های مردم با پلیس به شهرهای دیگر ترکیه، اردوغان طی اظهار نظری مبنی بر اینکه ما در اکثریت هستیم و به رغم خشم برخی ها کار خودمان را انجام می‌دهیم، در ششمین روز این اعتراضات استانبول و آنکارا مجدداً دستخوش درگیری نیروهای امنیتی با مردم شد. اما ابر طرفه مثلا بنیم شو آندا برخی ها تلاش دارن فضای کودتا را به ترکیه بازگردانند. هرچند در میدان تقسیم پلیس عقب نشینی کرده، اما همونطور که در آنکارا مشاهده میکنید، در میدان اصلی شهر پلیس در مبادی ورودی اصلی مستقر شده و با استفاده از گاز اشک‌آور ممانعت میکنه از ورود مردم و جوانان به این میدان. به همین دلیل درگیری های شدیدی در این منطقه هم‌اکنون روی داده. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه هم ضمن انتقاد از تکروی اردوغان گفت سیاست‌های مداخله جویانه اردوغان در دیگر کشورها فضا رو به اینجا کشونده. مردم مگه جز دموکراسی چیز دیگه‌ای می‌خوان؟ özgürlükleri ve demokrasiyi kesmeye gücü yetmez. Beşar Esad ne diyordu kardeşim diyordu. تا دیروز اردوغان بشار اسد رو برادر خطاب می‌کرد، اما الان به اون قاتل میگه. الان خودش قاتله و به مردم خودش داره ظلم می‌کنه. Aslında bu biriken bir öfkenin sonucu. در اصل نقطه یکی کاسه صبر مردم لبریز شده. ما طرفدار دوستی و محبت هستیم، اما اینا اینجا دارن ظلم میکنن. نخست وزیر ما تهمت‌هایی که به اسد میزد الان خودش عملی کرده. Hep kendine baksın. Beşar Esad'a laf söylüyordu kendine baksın. Erdoğan ve Esad میگفت به مردم ظلم میکنی. الان خودش به مردمش داره ظلم. الان اوضاع اینجا خیلی خطرناکه و فکر میکنم که درگیری ها با این شکلی که وجود داره ادامه پیدا کنه و خب شما ملاحظه میکنید از سنگ و انواع و اقسام اشیاء به سمت پلیس و مردم پرتاب میشه و خیلی اوضاع نگران کننده و خطرناک شده. برخی خبرگزاری ها از 1 تا 3 کشته در درگیری ها مخابره کردند و وزیر کشور ترکیه هم از 1000 نفر مصدوم و بیش از 900 نفر بازداشتی خبر داده. کارشناسان این اعتراضات رو در نتیجه حساسیت سیاسی مردم در پی اختلافات درباره مسائل مهمی چون بحران سوریه و بحث تغییر قانون اساسی ارزیابی می کنند. محمد صابری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنکارا.